درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم همراه دوست گرامی و ارجمند شهرام آریان. نشست دیگری رو از سری آموزگفتارهای چرا سپاه اسلام در نبرد با ایرانیان کامیاب شد و پی میگیریم. این نشست نشست هشتمه. برای همیهنانی که به این موضوع بسیار مهم علاقه‌مندند ولی تا کنون این برنامه ها رو ندیدن، سفارش میکنم که بروند و هفت برنامه پیشین رو به ترتیب نگاه کنند. در هفت برنامه پیش نخست رفتیم سراغ نظریات عمومی که درباره دلایل پیروزی عرب مسلمان بر ایران و تا اندازه هم بر روم عنوان شده. گفتیم که این نظریه ها چیست، برخیش به کلی با آنچه که در واقعیت رخ داده ناسازگارند، گوشه از حقیقت درشون نیست، برخی از پژوهشگران نکاتی رو عنوان کردن که به هر حال از زوایایی بخشی از حقیقت رو دیدن. کوشیده ایم که برویم و با تشریح آنچه که رخ داد و با نگاه کردن یه مقدار فنی به قضیه تا اونجا که ممکنه نه دلیل بلکه دلایل شکست ایران ساسانی از اعراب مسلمان رو بهش برسیم. وقتی که وارد بحث خودمون شدیم به مسئله توتال وار یا همه چی در خدمت جنگ اشاره کردیم. سپاه اسلام در حمله به ایران و روم در شرایطی به سر می‌برد که تمام امکانات انسانیش و امکانات لوجستیکیش هرچی که بود، حتی فقیر هم اگر بودن، به هر حال آنچه که در شبه جزیره عربستان بود در خدمت مسئله جنگ بود. نیروی انسانی تقریبا با تمام توانش در جنگ حضور پیدا کرد چون شرایطی برای تولید و کشاورزی و صنعت در اونجا نبود و ثروت اندوزی و گرفتن غنیمت فقط از راه دستبرد به مناطق مرزی ایران یا روم براشون شدنی بود، در حالی که در ایران، کشوری که به هر حال در عیار آن هنگام کشوری در حال تولید و در تولید بالای کشاورزی و صنعتی و معادن بود، بخش بزرگ نیروی انسانی به جای که در جنگ باشه اشتغال داشت به کار در شهرها و روستاها، و اینها رو دولت ساسانی بر طبق سنتی که داشت هیچگاه به کار نمی گرفت. کار نظامی رو معمولا سپاهیان حرفه‌ای انجام می دادن و ارتش ایران که در جنگ های 20 و چند ساله با روم فرسوده شده بود، آسیب دیده بود، بخش بزرگ نیروی انسانیش از دست داده بود و همین شرایط در مورد روم هم برقرار بود، با نیروی انسانی کمی، خیلی کمتر از آنچه که مبالغه گران مورخان مسلمان در حقیقت بهش پرداختن، در رویارویی با نیروهای مسلمان ظاهر شد. همین شرایطی که همه چی در خدمت جنگ باشه برای اعراب و اینگونه نبود برای ایران و روم، یه مقدار زیاد کفه ترازو رو به سود اونها چرخاند. بعد رسیدیم به زد و خوردهای اعراب با پاسگاه‌های مرزی ایران، روی نقشه نشون دادیم تقریبا در کرانه باختری رود فرات که پاسگاه مرزی ایران متمرکز بود، زد و خوردهایی شد، درگیری‌هایی شد، از دو سو عده زیادی کشته شدن. سرانجام هیره که برای دست کم 300 از کارگزاران ساسانیان بود، دولت عربی دست نشانده ساسانیان، سقوط کرد، به دست عرب مسلمان افتاد. و بعد رسیدیم به جنگ پل، جنگ بزرگی که مهران جادویی سردار ایرانی در پست فرماندهی موفق شد به اعراب شکست سنگینی رو بزنه، بخش بزرگی از نیروهاشون از دست دادن، تعدادی هم گریختن و برگشتن و در مدینه مسلمانان آغاز به در حقیقت دوباره یارگیری و راه انداختن نیروی نظامی کردن. در آستانه تقریبا آغاز جنگ قادسیه هستیم
گفتار به اینجا رسید. من از شهرام گرامی میخوام که جستار رو پی بگیره و بخش قادسیه، چون به صورت نمادین نقطه عطفی شد در تاریخ ما برای اینکه کمر ما شکست و برای اینکه آغاز اون شیب بزرگ برای ما از 1400 سال پیش آغاز شد، طبیعتاً روی جنگ قادسیه مقدار دقت و یه مقدار جزئیات بیشتر خواهد بود که همراه با شهرام از اکنون آغاز میکنیم و میریم جلو ببینیم امروز تا کجا میرسیم بریم جلو. شهرام درود بر شما و خوش آمدید. با درود شاهین جان، با درود به بینندگان گرامی. من پیش از این که شهرام جستار رو آغاز کنه، برای علاقه مندان، همیهنان و دوستداران فرهنگ و تاریخ نکته رو بگم. در تاریخ شنبه که می شود 3 مارچ، شنبه 3 مارچ، شهرام و من هر دو در مرکز زرتشتیان، مرکز زرتشتیان کالیفرنیا در اورنج کانتی خواهیم بود در شهر وستمینستر، و از ساعت 11 اونجا هر کدوم یه سخنرانی داریم. از ساعت 11 تا حدود 12:30 نزدیک 1 خدمت شما خواهیم بود. اگر که به تارنمای مرکز زرتشتیان کالیفرنیا بروید، می توانید نشانی رو در شهر وستمینستر در اورنج کانتی ببینید. امیدوارم که بتوانیم شما رو شنبه 3 مارچ ساعت 11 بامداد در اونجا دیدار کنیم. شهرام جان پوزش میخوام، بفرمایید آغاز کنیم. نه خواهش میکنم شهرام جان، صدای من خوب میاد؟ بله صدا خوبه. بسیار خوب، پس من شیر سکرین رو آغاز کنم که اون کار رو بهتر برمی نمایه. دام دیدام باید این باشه. خب الان امیدوارم نقشه دیده میشه در همگی صفحه. بله بسیار خوب، این وضعیت جهان بود پیش از آغاز حمله اسلام به ایران و روم. بعد ما این نقشه رو هم دیده بودیم که امپراتوری ساسانی رو در میانه جنگ جهانی با رومی ها نشون میده، در اون جنگ 20 خورده ساله که خسرو پرویز مصر و آسیای کوچک و فلسطین رو هم گرفته بود و اون تلفات شگرف از هر دو سوی رخ دادن. این نقشه دیگری بود که نشون میداد خالد ابن ولید چگونه فرمان گرفته بود که بره و این سوی فرات رو پاکسازی کنه، دژهای کوچکی رو که اونجا بودن بشکنه بگیره. و ما یه نگاهی هم نچندان اندک به این تک تک این نبردا انداخته بودیم و من اونجا نظرم رو دوباره پافشاری کرده بودم که اعدادی که در تواریخ اسلامی هست اینا بخش بزرگش افسانه است و در همه این نبردا من استثنایی نمیشناسم، مسلمین برتری نفراتی سنگین داشتن، به خاطر اینکه این ساخلوها، این پادگانها 1000 یا 2000 یا 3 تا فوقش در اختیار داشتن، یعنی یگانهای 1000 نفری مثلا میوه هنگ تا تیپ امروز، و مسلمین هر بار با 10000 نفر، 15000 نفر، 20000 نفر اینا میومدن و چاره ای هم نداشتن، چون در آیین جنگجویی از ایرانی ها خیلی عقبتر بودن، هم در تجهیزات هم در شیوه فرماندهی، و تنها شانسشون حالت ایجاد جنگ آشفته، حمله از هر سوی با باد بیابون، در حقیقت غیر قابل محاسبه، به قول خودشون کر و فر، و با موج انسانی بود. و در بیشتر این نبردام تلفات مسلمین برخلاف اون چیزی که تواریخ اسلامی میخوان به خواننده بگن یا برسونن بسیار بیشتر از ایرانیا بود، واسه اینکه با سیستم بیخیالی موج انسانی حمله میکردن و منطقشون این بود که جایگزین میکنیم ایرانیا، ولی با اون سادگی نمیتونستن جایگزین کنن، برای اینکه در جامعهشون یک افراد جنگی، افراد حرفه‌ای بودن، به اون کار میپرداختن، همه اون کار نبودن، درصد بسیار اندکی، شاید 1-2% جامعه به کار جنگی میپرداخت، و اون وقتی کشته میشدن اون شوالیه ها، اون آسواران، اون پهلوان های کهنکار به این زودی جایگزین نمیشدن. تو مال مسلمین اما چندین بار الان گفته شد، همه اعراب شبه جزیره، اعراب جنوب سوریه و اردن، اینا همه و کسانی که در یمن بودن به کار گرفته شده بودن
و چیزی نزدیک 300 هزار مرد جنگی در دستشون قرار گرفته بود. تواریخ اسلامی میخوان همیشه به ما بگن که اینا مثلا فوقش 10 هزار نفر، 15 هزار نفر، 20 هزار نفر اصلا کلا آدم داشته که اصلا مسخره است. اونا تمام این منطقه رو به حالت جنگی در آورده بودن طبق همون سیستم توتال وار، جنگ توتال، و همه در این کار بودن، کار شغل گذاشتن کنار. قبلش هم که دقیقاً این کار بودن، فقط اسلام اینا رو به هم پیوند داده بود. اینا در همه نبردها برتری نفراتی سنگین داشتن. اون افسانه ای که ایرانی ها برتری نفراتی، اون واقعا یه افسانه روانشناختیه، یعنی اینکه کسانی مثل خود طبری این افسانه ها رو ساختن که بگن پس اسلام پیروز چون میبایست که پیروز بشه، چون که یه مسئله یزدانی بوده یا نبرد حق اندر باطل بوده، چیز از این دست. بنابراین ما باید تعدادمون کم بوده باشه، مشرکین باید زیاد بوده باشه، که ما وقتی با اونا میجنگیم این پیروزی ما هرچی یزدانی تر به نظر بیاد. بگن مسخره است، اصلا برعکس بوده. معمولا 2-1 تا 4-1 مسلمین برتری نفراتی داشتن و با سیستم موج انسانی و حملات بیخیالی این نبرد رو می‌بردن. ما در سده 20 هم گواه همین روش بودیم. هنگامی که آقای خمینی در ایران به پیروزی رسید، حتی ارتش عراق رو که حالا ارتش آلمان نازی نبود با اون فیلد مارشال ها و اون افسران، بلکه یه ارتش در حقیقت درجه 3 بود، اما سیستم کاری مسلمینی که ایران رو به چنگ گرفته بودن با انقلاب اینقدر در هم بر هم، اینقدر سطح پایین بود که با موج انسانی فقط با عراقی ها می جنگیدن. راه منطقی نبود. بخش های منطقی ترم که های ارتش راه نمایی می کرد، ولی آخر سر کارگر نبود. موج انسانی و الاخر. همین حالت اون زمان هم بود، اما به مراتب حتی شدیدتر. و میگم اینو کسانی که طبری و دیگران اینا رو می خونن باور نمی کنن، چون اونجا به شدت ضدش همیشه ادعا میشه. اون دلیل ایدئولوژیک داره برای اون توجیه روان. جالب نکته که در مورد تاریخ نگاران مثل طبری گفتی که با افسایش غیر راستین شمار ایرانیان و کاهش شمار عرب مسلمان در این نبردها میکوشند که نتیجه بگیرند که یک مشیت الهی پشت این قضیه است و خدا خواسته که مسلمانان بر به اصطلاح کفار یا مشرکین پیروز بشن و نبرد حق علیه باطله، که به نوعی حالا مثلا فلسفه تاریخ در اسلام هم هست، در متن تاریخ طبری هست، این جملات به طور خیلی آشکار هست که این گونه شد. مثلا فرض کنید بادی به سوی سربازان ایرانی وزیدن گرفت، خاک به چششون رفت، مشیت خدا بود که اینا اونجا شکست بخورن. شاید 5-6 بار در خلال نبردهای ایرانیان و مسلمان ها این جملات رو طبری میگه، مشخصه که میخواهد همین رو تلقین کنه به ذهن خواننده، و طبیعتاً بازی با اعداد یکی از راهکارا برای رسیدن به این هدفه. شوربختانه تاریخ دیوسای ما و تاریخ دوستان ما همشون گول این تواریخ رو خوردن. البته تانزیم درکشون رو میتونه بکنه، چون مواد دیگری دستشون نیست. مواد کتبی کجا میخواد برگیره؟ یه نکته تراژیک کمدی هم توش هست، شاید بیشتر کمدی یا بیشتر تراژیک نسبت به سلیقه، که من عرض کردم این اعداد اینجوری پدید اومد که اینا وقتی مثلا اون لشکر 4000 نفری و مثلا با 20000 نفرشون با موج انسانی میشکوندن، بعد شروع میکردن تمام روستاهای منطقه رو سربریدن و به زن بچه‌شون تجاوز کردن، و بعد این آدمای کشتری رو میدن ای مثلا شد 25000 نفر 30000 نفر آدم کشتن، بعد به یادگار میموند که آره اینا نامرد لشکرشون 40000 نفر بود، ما 15000 نفر بودیم. اینجوری پدید اومده بخش بزرگش. اینا افراد اهلی بودن که اینا سر بریدن و بعد به یاد دشمن به یادشون مونده. اینه که اینا پس از پیروزی ها چه فجایعی تو روستاهای منطقه و اینا پیاده میکردن، این یه چیز جا افتاده است از توی همه تواریخ، حتی تواریخ سانسور شده خوده صدر اسلام تا چیزایی مثل تاریخ مثلا سیستان میشه استخراج کرد. این دور زمان هم که توی این لابراتوار تاریخی به نام داعش همش تایید شد کاملا. همیهنانی که الان دارن این جدول میبینن و پیش از این ندیدن، شماره هایی که شهرام جان با رنگ خاکستری مشخص کرده 20000 یا 50000، اینها ارقامی است که برخی از مورخین مسلمان مثل طبری دادن، ولی شماره هایی که شهرام با قرمز نوشته با رنگ سرخ
برآورد منطقی است که از مجموعه شرایطی که در کنارم قرار گرفته شهرام به نتیجه رسیده و اونجا گذاشته. برای نمونه شما اگه چهار جنگ رو نگاه کنید، زنجیر، رودخانه، ولجه و اولیس، تو این چهار جنگ تا ما میگیم جنگ، ولی در حقیقت نبرد میشه اسمش گذاشت، چون محدودتر از یه جنگ تمام عیار بوده، نبرد مرزی است. اگر که ما بخوام بریم دنبال مورخین مسلمان، 20 و 50 و 50 و 70 حدود نزدیک 200,000 نفر نبرد چهار تا پاسگاه ایرانی با مسلمانان از ایرانیون حضور داشتن. این 200,000 تا فکر کنم کل نیروهای ارتش ایران بوده که در نبرد با روم تو اون 20 و چند سال خاورمیانه و شمال افریقا و بخشی از حاشیه دریای سیاه و مدیترانه رو گرفته. بنابراین ارقام از حالت راستین و واقعی بیرون رفته، به شوخی‌های خیلی بچگانه رسیده. و این به هر حال جدا از این که یه مقدار زیادیش همچنان که شهرام اشاره کرد کوشش برای خدایی بودن و یزدانی بودن سپاه اسلام در برابر سپاه ایرانیان به اصطلاح مشرک و کافر بوده، بخشی از احساسات قبایل عرب که تو این جنگ ها حضور داشتن در رجزخانی هم بوده. چون خیلی شعر عربا درست کردن که بله من فرزند اونم که مثلا در قادسیه اله کرد بله کرد، و اون که شمشیر میزد و پارسیان رو مثلا به زلالت و به زلت و بدبختی انداخت. اما مجموعی ما دست به دست هم میده که شما از نبرد چهار تا بردان یا هنگ مرزی ایران با اینها یه دفعه 200,000 تا سرباز رو رقم میده. بله، با 200,000 نفر ساسانیان نه فقط رومو که گفتی، اون تمام عملیاتشون تو روم با 70,000 نفر بود. با 200,000 نفر شما دست اون تیم سارای ساسانی میدی باش جهان رو فتح میکردن نه فقط روم رو. حالا به هر حال این دیگه کار مسلمان ها، چون همش تون مالی خولیای عقیدتی و ایناست، اینا می نویسن هرچی دلشون میخواد، تخیل و در حقیقت جنون و ایناست. ارزش تاریخ نگاشتیش بسیار بسیار اندک، تقریبا صفره. از لابلای چیزایی که سانسور نشده باید به زور حقیقتی رو برون هیخت. حالا این پاکسازی هایی بود که خالد در جنوب فرات انجام داده بود، و یک نبرد پایانی اونها که نبرد پل بود، یا یکی به پایانی اصلیش پل بود، به فاجعه فرجامید برای مسلمین که اونجا یک لشکر بسیار بزرگی رو که از رودخانه گذروندن، در حقیقت این قرار بود قادسیهشون بشه. داستان این بود که اینها پس از این پیروزی ها پیشنهاد مثنى ابن حارثه نیروهای رو رد کردن، جمع کردن، انباشتن و گفتن که خب حالا که ما اینا رو پاکسازی کردیم بریم اونور پل حمله اصلی رو بکنیم. این قرار بود قادسیه بشه که به فاجعه برای مسلمان ها فرجامید. و عددهای دروغ درمون نوشتن که 4-5 نفر کشته داریم، کشته هاشون نزدیک 20,000 نفر بوده برآورد میکنم من. فاجعه ای بود. دلیلش هم این بود که اینا از رودخانه گذشتن، با پشت به رودخانه مجبور شدن یک جنگ کلاسیک منظم برای نخستین بار با ایرانیا بکنن. این از این جنگ های کر و فری و نمیدونم شبیخون و اینا خرطوخر و اینها، بلکه جنگ منظم. این اونجا یه صف ایستاده، اینجا یه صف ایستاده، با هم زور آزماییم ببینیم چی میشه، که در 4-5 ساعت به قتل عام همه مسلمین فرجامید. و این اولین و آخرین نبردی بود که با سیستم کلاسیک با ایرانیا جنگیدن، چون دیدن معنا نداره، اصلا بلد نیستن، این مش آدم لاتولوتن، قمه به دست نیستن، بلد نیست جنگ کلاسیک بکنه. ایرانیا از این نبرد بهره برداری نکردن، چون در مرکز اون جنگ داخلی سر قدرت سالها بود که برپا بود. بهمن جادویی میبایست برگرده به تیسفون که به خود رستم فرخزاد اونجا سر نگهداشت قدرت کمک کنه. مسلمین بعدن نیروهای از دست رفته را به چنان سادگی جایگزین کردن که خودش نشون میده در حقیقت این سیستم موج انسانی به چه حالت بوده. و پس از اون با تجربیاتی که جمع کرده بودن مسلمین، عمر بر آن شد که هم حمله ها به داخل امپراتوری روم رو افزایش بده و هم به داخل ایران. این خود این نشون میده که چقدر نیرو دستش بوده، برخلاف اون افسانه هایی که اینا نیروهاشون کم بوده. یعنی بدون مشکل میدید یه جنگ دو جبهه‌ای رو میتونه جلو ببره علیه دو تا ابرقدرت. درسته. نبردای از قادسیه شهرام جنگ یرموک انجام میشه دیگه.
یرموک 36 یرموک چند ماه فقط قبل از قادسیه است. بله. چند ماه قبل از قادسیه است. داستانش اینه که اونا یه همین پاکسازی هایی که با پادگان های مرزی ایران کرده بودن، همین پاکسازی ها رو در مرز روم هم کرده بودن. و روم هم که بعد از اون جنگ جهانی با ایران همون اندازه خسته بود که ایران خسته بود از جنگ با اونها، اونا هم نیرو نداشتن به این سادگی دنبال این لات و لوتا کنن تو بیابون برن گیرشون بیارن. و شدت این حملات بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا اونجایی که امپراتور رومی ها هراکلیوس یا هرقل، همون کسی که خودشو پرویز رو شکست داده بود و مناطق از دست رفته رو باز پس گرفته بود، که مرد بسیار نخشریز و یه سپه سالار بسیار رزمارایی بود، استراتژ بود، اون فهمید که این یه خطر بسیار جدیه، فرق میکنه با قدیم، این اسلامیش بسیار خطرناکی، یه پدیده نو و خطرناکیه. در این مورد با ایرانی ها نامه نگاری کرد، ایرانی ها ایمپرشنش یا اون چیزی که دریافته بود تایید کردن، گفتن که ما هم همین رو درک میکنیم، سپه سالارای ما به این نتیجه رسیدن که این چیز بسیار خطرناک و نوعیه که تا الان وجود نداشته توی اعراب. و اینا به نتیجه رسیدن که، یعنی در سالهای اخیر پژوهشگرا اینو بیشتر پذیرفتن، که حتی یک پیمان میون ساسانیا و رومی ها پدید اومد که با هم متحد علیه مسلمان ها بجنگن. گویا حتی امپراتور روم دخترش رو به همسری هم به یزگرد پیشنهاد کرد یا فرستاد، تا این اندازه. و اینا قرار بود که با همدیگه یک زمان حمله کنن، ولی عرب تا اندازه پیش دستی کردن، چون به وسیله جاسوس های بسیاری که تو مناطق مرزی داشتن، چون همش عرب نشین بودی که اون مناطق، اینا از جابجایی نیروها به نیکی آگاه بودن و پیش دستی کردن. و جنگ با رومی ها چند ماه پیش از اون که آماده سازی نیروهای ایران به پایان برسه آغاز شد، که اول ترتیب رومی ها رو بدن و بعد بیان سراغ ایرانی ها. نبرد یرموک بود. حالا نبرد های کوچک دیگری مثل اجناده این اونام بودن که ما در موردش سخن نمیگیم. نبرد یرموک قادسیه رومی ها بود، قادسی رومی ها بود. و الگوها یا پترن هایی که توش رخ داد شباهت داشت تا اندازه‌ای به قادسیه، ولی تو نبرد قادسیه سپه سالارای ایرانی خیلی خیلی استراتژیک‌تر، خیلی استراتژیک‌تر، خیلی رزماراتر و کننده‌تر جنگیدن علیه مسلمان‌ها. تلفاتی هم که مسلمان‌ها در قادسیه دیدن بسیار وحشتناک‌تر از اون تلفاتی بود که در یرموک دیدن. در یرموک سپاه هتروژن از رومی‌ها از استان‌های گوناگون گرد هم آمده بود، به زور 35-40 هزار نفر بود. برآورد من اینه که عربا با یه چیز نزدیک 60 هزار نفر رفتن سراغش. تو اون افسانه های عربی میگن که عرب رومیا 100 هزار نفر بودن، عربا نمیدونم 25 هزار نفر بودن از یافا، ولی رومیا رو باید با 35 هزار نفر یه سپاه هتروژن اونم باید حساب کرد، یعنی چند پاره از ملت های گوناگون و اینا. و مسلمین با این نزدیک 60 هزار نفر، 65 هزار نفر رفتن سراغشون. با جنگ کر و فری و خر تو خر رومی ها رو در کرانه های مرز بیابان کاملا دست به سر کردن. و پس در یک جنگ 6 روزه اونا رو تشنه و خسته و اینا، و در حقیقت تو اون حملات کر و فری از پا در آوردن. برخی از رده های فرماندهی جنگ یرموک ارمنی بودن، و ارمنیا هم در خدمات نظامی و یعنی لشکری و کشوری هم رومیا بودن هم ایرانی ها. اونا یه بخشی از این تجربه رو به خودشون آوردن ایران، و چون قادسیه چند ماه پس از یرموک بود و در اختیار ستاد ارتشداران تو ایران قرار داده، این ستاد فرماندهی، و برای همین هم رستم فرخزاد که قبلش هم همین نظر رو داشت، به هیچ وجه نمیخواست از فرات رد بشه و تو منطقه بیابونی با اونا بجنگه، چون این بلایی بود که سر رومیا تو یرموک اومده بود. و عربا اینو متوجه شده بودن که رستم نمیخواد از فرات بیاد اینور، میگه اگه مردید شما بیایید. و اونام که یه بار این تو پل سرشون اومده بود و اینا میدونستن که اگه این بار از پل از رودخانه رد بشن با رودخانه تو کمرشون، و این بار با یه لشکر بزرگتر از جنگ پل، به جای 30 هزار نفر با 60 هزار نفر، 70 هزار نفر، 80 هزار نفر این کارو بکنن و بعد قتل عام بشن، همانا کارشون تمومه. و یک ماه بعدش ایرانی ها میبینی که تو مکه و مدینه دارن همه از دار میکشن بالا. این اون چیزایی که باقی مونده، عمر و اینا رو گرفتن، دارن مثلا دار میزنن. اینجوری چشون میدیدن این مسئله رو. درست. و
عمر به شدت اصرار کرده بود که از به هیچ وجه از رودخانه رد نشید، اونا باید حتما بیان تو بیابون با شما بجنگن. خب حالا رستم هم نمیخواد رد بشه از رودخانه، حقیقت اونم اون چیزی که اونا میدونن ده برابر از اونا بهتر میدونه. مسلمین شروع کردن که شبانه به تمام روستاها شبیه خود میزدن، کت خدا سر میبریدن، به دختر بچه ها تجاوز میکردن و اینها، که این گزارش ها در تیسفون انباشته بشه و یزدگرد رو که یه شاه جوان و هنوز احساساتی بود برآشفته کنه که من که خداوندگار این روستایی ها هستم یا در حقیقت سالارشون هستم، من نمیتونم از جان و مال اینا پدافند کنم، پس این وظیفه شاهنشاهی من کجا رفت؟ و او بود که آغاز کرد فشار آوردن به رستم که به هر بهایی شده از رودخانه رد شو، همونجا کارشون رو بساز، چون این وضعیت با این شبیخونا، با این تجاوزا، با این آدم کشا نمیتونی چون ادامه پیدا کنیم بین اهلیا. من دو تا نامه هم دیده بودم شرم جان توی متون تاریخی که همین ایرانیان ماندگار در این روستاها و مناطق مرزی حالت شکوایه نوشته بودن برای رستم فرخزاد که شما رو چه میشه، چرا ما رو در نمیابید، من نمیدونم چه بلایی سر ما آمده، باید چه کار دیگه اینا بکنن تا شما به داد ما برسید. و طبیعتا همچنان که گفتی این گونه شکایت ها و ابراز ناراحتی ها که خب تا حدی هم به حق بوده، میبره از نظر روانی دولت ساسانی رو زیر فشار که باید برای شهروندانش اقدامی بکنه و این باعث میشه که شوربختانه از بخش خاوری حرکت کنن برن بخش باختری رود فرات، همون گونه که عرب ها میخواستن عملا به بازی اونا تندر بدن. و اینگی برای هر جفتشون شکست یه حالت نهایی می داشت. درست. و برای عرب ها حتی شکست فجیح تر می بود. درست. چون سازماندهی ساسانی ها باز این استانداری های دور و دور دست رو داشت، می تونید ازشون لشکری برای نبرد بعدی جبر جمع کنه. ولی مسلمین اگه یهو یه جا 60,000 نفر کشته می دادن آدم های اصلیشون رو، یک ماه بعدش می دیدی علی ابن ابی طالب و عمر و اینا همه تو مدینه دار زده شدن. اینه که این مسئله برای اونا خیلی خیلی سرنوشت ساز بودن، به نیکی میدونستن، به هیچ وجه نمیخواستن از فرات رد بشن بیان اینور تو منطقه آباد به جنگن با پشتشون به رودخانه. و رستم هم به هیچ وجه نمیخواست بره اونور. رستم استراتژیش کاملا درست بود و خودش رو به ساده لوحی زده بود و میگفت آره مثلا اگه شما مردید شما بیاید ببینیم چی میشه، ما که حریف شما نمیشیم از این حرفا. و عرب مسلمین با اون شبیخونا، آدم کشی و تجاوزا در حقیقت یزدگرد رو براشفته کردن. یعنی اینجا این بدشانسی چند بعدی که رخ داده بود، ما گفتیم چند بعد به هم دست به دست داده بودن که این شکست عجیب و غریب تاریخی رخ بده، یکی از بعدش هم این بود که این طفلی، این یزدگرد آدمی بود جوان، کم تجربه و ناجنگجو. این در کتابخونه ها و فرهنگسرا ها و مناطق داخل کاخ دیدم، استخر بزرگ شده بود، شهر استخر در فارس. این طفلی از اهل این کارا نبود، اعصابش هم تحمل نمی‌کرد وقتی میومدن میگفتن مثلا دوباره 100 تا دختر داتری گفتن زیر تجاوز کشتن، همین کاری که این داعشی ها میکنن دوست دارن. دقیقاً اون عرض میکرد این به جای اون با اگه شاه کارآزموده ای مثلا مثل چه میدونم شاپور نشسته بود، اون آره اون خود ادای چیز میکرد، اظهار ضعف میکرد در حقیقت رو به عربا که به هر بهایی شده اونا رو بکشه این برای رودخانه. درست. و اون کارشون اونجا ساخته میشد. ولی اتفاقی افتاد که نباید میافتاد. یزدگرد برگشت به رستم گفتش که اگه خودت از رودخانه نری و بالاخره این دست اندازی ها و آدم کشی ها رو اتمام ندی، من خودم میرم. درست. و رستم فرخزاد که اصلا نمیخواستم چه ریسکی بکنه که یه شاهنشاه کشور بر اونجا کشته بشه، ببیشه بعد از یه جنگ داخلی چند ساله که به زور اینا بر یزدگرد توافق کرده بودن. درست. حالا داستان اون جنگ داخلی پس از شیرویه رو ما نمیخوایم سرشو باز کنیم که بحثا بالا گرفت و با هم توافق نمیکردن و آخر سر از دور اینا گفتن که افرادی رو به اون میانه راه بذاریم سر کار تا یزدگرد بیاد. یعنی از قبل میدونست که فقط این یه دونه نوه خسرو پرویزی که میتونن برش توافق کنن. درست. اون اگر که کشته میشد که اصلا فاجعه بود توی یکی از این نبردها، رستم مجبور شد خودش بره اونور رودخانه. اینجوری نبرد قادسیه در حقیقت سرآغازش آغاز گرفت
و ایرانیا توی برآورد من همونجوری که اینجا نوشته شده با یه چیز حدود 15 هزار تا آسوار کارآزموده و 20 هزار تا نو سرباز رکروت نو از رودخانه گذشتن. عربا اون طرف با یه چیز حدود 70 هزار 65 هزار 80 هزار نفر باشون برخورد کردن. البته اول که رسیدن شاید یه چیز حدود 60 هزار نفر جلوی خودشون دیدن. البته خب نمی ترسیدن چون می دونستن که با آموزش و تجهیزاتشون هر ایرانی 3-4 تا اونا رو حریفه. ولی از سوریه بعدن 20 هزار نفر کمک اومد. یعنی کسانی که جنگ یرموک رو برده بودن ستونهای عازم رهسپار قادسیه شدن، پیوستن به سپاه اسلام. درسته، از پشت تو کمر ایرانی‌ها داخل افتادن و اومدن. همه اینا رو تبری اون موقع دوباره با اعداد مسخره و کمدی و اینا تعریف میکنه، یا بقیه هم همچنین گردن تبری بیچاره نندازیم که کمکیای سوریه رو با 4000 نفر توصیف کرد مایه خنده است. 4000 نفر گم میشد تو این نبرد، چه کمکی میخواد بکنه؟ درست. این نزدیک 15 تا 20 هزار نفر بودن، چون اونجا با 60 هزار نفر با رومیا طرف شده بودن. درست. هیچ حدود 10 15 هزار تا کشته داده بودن، 50 تا دستشون مونده بود. 30 تا رو برای کنترل منطقه نگه داشته بودن، 20 تا رو آنی فرستاده بودن. درست. به فرماندهی همون تیمارستانی قعقاع ابن چی بود نامش؟ قعقاع ابن امر تمیم از بنو تمیم بود. یکی از اون تیمارستانی های درجه یک بود، مال همین داعشی های فلان. به فرماندهی اون 20 هزار تا رو از وسط بیابون فرستادن اینور. ایرانی ها که رد شدن با اون 35 هزار نفر، 15 هزار تا آدم کارآزموده، 20 هزار تا رکروت نو، سرباز نو، 60 هزار تا آدم جلوی خودشون بودن، گفتن اوکی حریف اینا میشیم و نبرد آغاز شد. از این پس شما تقریبا هر چیزی رو که تو تواریخ اسلام سنت اسلام خودی میتونید بریزید دور، چون فقط کمدی و تخیل در مورد داستان‌های تخیلی. نمیدونم میگه ایرانیا با خودشون اینم 30 تا فیل آورده بودن، اینا تقسیم کرده بودن، اینم 4 تا ستون نفری، 7 تا 8 تا نمیدونم فیل، بعد این فیلا جلوی عربا رو گرفته بودن، عربا رو دست به سر کرده بودن، عربا این عربا اون، بعد بزن به خرطوم فیله، اینو تعمیر کن اون، از این مسخره باز. پدر جان توی نبردی که اونجا صد و خورده هزار نفر دارن همدیگه رو میدرن، اصلا 30 تا فیل کجاست؟ مسخره بازی ها چیه؟ یارو تاریخ جنگ هم بلد نبود این روانشاد تبری، اعداد هم میخوای جل کنی بابا، یه جوری جل کن که واقعا معنا داشته باشه. درسته. سی تا فیل چیه؟ سرنوشت چهار تا ستون های اصلی که دارن با هم دیگه برخورد میکنه دست که، اولا بگو 100 تا 200 تا یه درست درمون اگه میخوای جلم بکنی. این سی تا دیگه چیه؟ اصلا نمیکنه اونجا. بعد داستان های تخیلی، نمیدونم روز اول فیلا بودن مشکل بود، روز دوم فیلا زخمی شدن رفتن، بعد قعقا اومد با اون تیمارستانیا اینا حمله کردن، نمیدونم روندن عقب ولی نتونستن پیروز بشن، همش هم تناقضای عجیب و غریبه. اگه که فیلا رفته بودن اینا هم کمک اومده، بچه پیروز نشدن. درست. بعد کار به روز سوم رسید، بعد دوباره فیلا برگشتن، بعد این کمکیای سوریه اینا گفتن با فیل چجوری میشه جنگید؟ از کجا؟ مگه رومیا فیل داشتن؟ نه. مثلا از یرموک اومدن مثلا بلدن با فیل بجنگن، این مزخرفات دیگه چیه؟ اگه مثلا از جبهه مثلا هندوستان دارن میان، این مسائلی که اونجا میخونی همش غیر قابل استفاده است. آلفرد باتلر روانشناس راست میگفت، این همش افسانه است. لب لباب داستان این بود که اون چهار روز نبرد اینجوری گذشت. روز اول اینا به هم برخوردن، ظاهرا باله چپ ساسانیان رستم فرستاد جلو با اون بارانهای تیر عجب و غریبی که اینا بلد بودن بندازن، یه قتل عام خیلی وحشتناکی از مسلمونا کردن. باله راست در مسلمونا را تقریبا شکستن، کاملا از توش رد شدن، مسلمونا بازپس نشستن به داخل بیابونا. مثل همون سیستم گفتم که مثل زنبوریه که نمیتونی بگیریش چون فرار میکنه و دوباره برمیگرده. درسته. اینا چون دیگه رودخانه پشتشون نبود، اگه رودخانه پشتشون بود همون روز اول مسلمان همه کشته شده بودن. درست. چون اون رودخانه پشتشون نبود، مثل زنبورها دوباره از هم جدا شدن، رفتن به داخل بیابون. این سوارای سنگین اسلحه ساسانی هم گیج موندن که خب دنبال اینا که تا توی بیابون که نمیتونن برن، که اومدن به مرکز حمله کردن، چون یه سنتر بود یه مرکز بود، باله راست و چپ کلاسیک، تقسیمات کلاسیک. زنبورا دوباره برگشتن ریختن این بار تو کمره همین باله چپ ساسانیا. روز تقریبا اینجوری گذشت که یعنی در حقیقت چیز بود، ایندیفرنت بود، بدون نتیجه بود. تلفات مسلمان ها 3-4 برابر ایرانیا بود.
روز دوم اون کمک ها از سوریه رسید با قعقاع اینا. خلاصه یک آشفت بازار عجب و غریبی دست داد، یک نبرد بسیار بسیار سختی که از ساعت اول صبح تا آخر ساعت شب کسی اصلا نمیدونست کی به کیه، چی به چیه، کی کجاست، چون اینا همینجوری مثل زنبورا هی جدا میشدن، دوباره از پشت میبدن، از چپ میبدن، از راست میبدن و زیر باران های تیر ایرانی ها تلفات میدادن، گاهی اوقات هم به سوارهای سنگین میخوردن، اصلا یک خرطوخری در حقیقت مثل تمام نبردهای دیگه که همینجوری کرده بودن. درست. ولی این بار ابعادش بزرگتر بود، این بار ابعادش دوباره با تلفات وحشتناک برای مسلمان ها روز دوم تمام شد. وارد روز سوم شدن، یک شبیه روز دوم آغاز شد. از میانه روز دوم شدتش از میانه روز سوم شدت چندین برابر بیشتر شد. یعنی هر دو تا سپاه بنا رو بر این گذاشتن که اگه میتونن کار اون یکی رو تا شامگاه تمام کنن. با شدت و حدتی همدیگر رو میکشتن چندین برابر جنگ یرموک. عربام از این جری شده بودن که چرا عرف ایرانی ها نمیشدن، چون دیدن که تعداد ایرانی ها کمتره، ولی تو تمام بال راست بال چپ هر جا که فشار بودن فقط شکست میخوردن، کشته زیاد میدن. بخشم یکی به خاطر اون کمانگیرهای خیلی درجه یکی ایرانیا بود، بخشش هم به خاطر اون سوارهای سنگین اسلحه بود که هر جا کم میومد اونجا حمله میکردن دوباره عربا رو پس میروندن. روز سوم که تموم شد، هر دو تا سپاه نمیخواستن یه جورایی ول کنن، نمیخواستن ول کنن، رفتن تا داخل شب. البته یه بخشی از سپاه ایران بازپس نشست که استراحت کنه، بقیه جنگو تو شب ادامه دادن. عربا کوشش کردن به اون بخش شبیخون بزنن، واسه همین اون بخش هم نتونست استراحت کنه، همینجوری جنگ ادامه داشت. یعنی از صبح روز سوم تا صبح روز چهارم بدون که کسی یه دقیقه بخوابه داشتن همدیگه رو میکشتن. همون شب سوم بود که به لیلة الحریر معروف شده شهرام. آفرین. اینا عرب رسمشون این بود از همون روزگار پیش از اسلام هم به نبردهایی که میکردن به هر روزش یه نام میدادن. بله. و حالا این بار به شبم دادن چون شبم خیلی مهم بود. و بامداد روز چهارم که رسید تلفات عرب وحشتناک بود، وحشتناک بود، در حقیقت در آستانه شکست به سر می‌بردن. اتفاقی که افتاد این بود که چون جنگ بلد نبودن، لات و لوت بودن، داعشی بودن. درست. که حریف اون یارو پهلوان زورخانه دیده نمیشد که یارو، من چند بار عرض کردم اینا رو، این افسانه های این تواریخ اسلامی رو باور نکنید، عقلتون رو دست اینا ندید. یه مش افراد مالی خولیایی ایدئولوژیک بودن اینا رو نوشتن. روز چهارم در آستانه شکست بودن و خودشون هم دیگه سرگیجه گرفته بودن که چه بکنن، چون نیروی کمکی هم دیگه از جای نمیومد براشون، که اون طوفان شدید در گرفت. طوفان شدید که در گرفت دیگه کسی کسی رو نمیدید. ولی بازم داشتن همینجوری همدیگه رو میکشتن. یکی از یگانهای مرکز سپاه اسلام، حالا نمیدونم یکی از زیر یگانهای قعقا بود کدوم بود، این تونست از توی اون طوفان شن که دیگه کسی کسی رو نمیدید رد بشه، بره برسه تا اون تپه فرماندهی که رستم با اون گارد اونجا ایستاده بود. و اون گاردیا اومدن یخه عربا رو گرفتن، شروع کردن اونا رو زدن، دو سه تا از عربا از اون وسط گویا رد شدن، موفق شدن رستم رو بکشن. و از اولم تمام ترشون این بود چون داشتن نبرد رو میباختن. درست. یعنی تنها شانسی که مونده بود این بود که فرمانده اصلی رو بکشی که اون ور دوچار گیجی بشه تو مرکزیت فرماندهش و تصمیم بگیره که بازپس بشینه. درست. و همین اتفاق هم افتاد. اینی که شما پیش طبری تقریبا هر چی میخونی افسانه است، از اینه که شما میبینی که حتی برخلاف یرموک که رومی ها وقتی باختن هنگام فرار قتل عام شدن. درست. تو قادسیه برای ایرانی ها اتفاق نیفتاد. بعد از اینکه شکست خوردن جانشین آنی نشست جاش جالینوس بود، جای رستم نشست. بله. و شیپور عقب نشینی منظم رو زد و اینا چون تمام پولا رو هم کنترل میکردن با اون نیروهای الیتشون، اینها 90% نیروها بدون آسیب از رودخانه گذشت، اون کسی که زنده مونده بود. بله. و همین هم بودم که بعدن به صدا بدنه جنگ بعدی، یعنی جنگ جلولا شدن دیگه. نه آفرین. دقیقاً. و عربا یک تلفات وحشتناک داده بودن، شاید از اون 70,000 نفرشون 30,000-40,000 نفر رفته بودن. از مال ایرانی ها از اون 35,000 نفر بیگمان 20,000 نفر 15,000 نفر نا
کشته بود، کشتان نصف عربا من برآورد بکنم شاید هم کمتر به ویژه، ولی اونایی رو که از از آسواران کارآزموده خب از دست میدن جایگزین کردنش خیلی 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 دشوار بود. به ویژه تون طوفان تا روز سوم ضریب کشته خیلی به نفع ایرانی ها بود، ولی توی اون طوفان که اومد خرط و خرکش دیگه کسی ها کسی نمیدید دیگه، اون یکی به یک کشته میشد دیگه. مثل قبلش مثلا یه ایرانی همیشه به 4 تا عرب کشته میشد، ولی اونجا یکی به یک کشته میشد. یه بخشی از این آسوارا کشته شدن، یه بخشی از اون رکروتا کشته شدن. اونا وقتی باز پس نشستن به اینور فرات، ایرانی‌ها یه خورده فرسوده و درمانده بودن و میگفتن که خب از کجا الان نیروی نو بیاییم که جلوی اینا رو بگیریم. امیدشون این بود که عربا هم که این تلفات وحشتناک رو دادن، طبری با 7000 نفر داستانو میفروشه، زکی میگه فقط 7000 تا کشته داده بودن، مسخره است. ایرانی از این درمانده بودن که خب، یعنی به این میگفتن که خب حالا که ما درماندیم خودمونم خسته و فرسوده هستیم، ولی خب عربام که اینقدر کشته دادن اونام امکان ندارن که حمله کنن بیان جلو، چون از کجا میخوان جایگزین کنن. و مدافعین تیسفون 2 ماه بعد شاخ تر آوردن وقتی دیدن دوباره سپاه 80000 نفری رو چیدن جلو تیسفون. درست اونجاست که شما اون افکت توتال وار، اون افکتی که شما دست هر دیوانه یه قمه میدی با خودت ور میداری میاری دیگه، اصلا نه اصنافی وجود داره نه تقسیم کاری وجود داره، هر لاتی رو شما این هر قومشون هم که به حمدالله همش لات بود، اینا رو یه قمه داده بودن دستشون آورده بودن از داخل سوریه چند ده هزار نفر آدم، چند صد هزار نفر آدم آورده بودن. یعنی بعد از اینکه اون تلفات وحشتناک تو جنگ پل دادی بودن، اون تلفات وحشتناک تو جنگ قادسیه دادی بودن، بدون مشکل همون اندازه چیدن دوباره جلوی تیسفون. درسته. و مدافعین این دیوارهای تیسفون مونن که ما با اینا چیکار بکنیم، با این 60000 70000 ملخی که دور تیسفون گرفته. و اینا هم که یه قوم متمدن نبودن که وقتی تیسفون محاصره میکردن همون بلاها رو شروع میکردن سر روستایی ها و دخترکاشون و اینا آوردن که قبلش دم فرات کرده بودن. درست. بنابراین اون فرمانداری تیسفون هم یه جا مجبور شد که اصلا بازپس بشینه که اینا از این آدم کشی ها دست نگه دارن. موضوعش اصلا ترس یا بزدلی نبود، موضوع بود که میدید نمیتونه باشون طرفش چون نیرو نداره بنز کافی، ولی اینا هم در همینجوری همرا میکشن به بهانه که شما از تسلیم نشدید. درسته. همین روش رو بعدن عرب ها مسلمین در تمام ایران پیاده کردن. براش ما تواریخ و دونه دونه میشکافیم، سیستان، گرگان، همه روش همین بود. با خود اصلا شوالیه هم طرف نمیشدن، هی زن و بچه میکشتن. و این اونو از تیسفون بازپس نشستن که یزگرد رو بتونن زنده به اون ور زاگرس برسونن که این بقیه استانداری ها پدافندشون دوباره سازماندهی کنن، که بعد اون موقع به طرف نبرد گلولا میریم یا جلولا. چقدر زمان موده شاهین جان؟ زمان تقریبا تمام شده شاهین جان، اگر از تو اشتراک در بیاری برگرو میتونیم 2 دقیقه دیگه فقط یک جنبندی داشته باشیم تا جلولا رو بذاریم برای هفته برای نشست پسین. اوکی. اگر شاهین جان یکی دو مطلب مهم بود اینجا، یکی این که بعد از این که حالا توضیح داده میشه بعدن عرب مسلمان تیسفون پایتخت رو گرفتن، عمر دستور میده که بمانید و وارد فلات ایران نشید. و 2 جا من دیدم روایت هایی هست که عمر میگه که ای کاش میان ما و پارسیان آتشی باشه که ما نتونیم اون طرف بریم و اونا نتونن طرف ما بیان. یعنی مشخصه اونقدر تلفات در قادسیه داده که ترجیح میده از جاش تکون نخوره و موازهی که گرفتن رو حفظ کنه. و آفرین شاهین جان، آفرین. از این جور نکته ها تناقضا رو میشه استخراج کرد، یکی و دو تا و 10 تا هم نیستن این تناقضا کاملا. یه مطلب دیگه هم که خیلی مهمه شرم جان، تو خود طبری دست کم 3 تا ما گزارش داریم افراد با نام آورده طبری، میگه اینها در قادسیه حالا روز دوم یا روز سوم شروع کردن برای مسلمان ها سخنرانی کردن که غیرت شما کجا رفته، اگر این پارسیان بر شما چیره بشن هیچ اثری از شما نمیمونه، مگر نمیبینید که ما دوچار فقر و فاقه هستیم، اگر میخواید به زندگی بهتری برسید باید این جنگو ببریم. این مشخصه که روحیه مسلمان ها به شدت افت کرده بوده و کاملا همونطوری که گفتی در 2 روز و نیم یا 3 روز نخست نبرد یک سویه به سوی ایرانیان به سود ایرانیان داشته جلو میرفته، که طبیعتا زدن فرمانده باعث میشه که یه همچین مسئله رخ بده. من شرم جان
یه مطلب میمونه چون این مقدار توضیح مفصله در ارتباط با ستون دیلمیانی که در قادسیه حضور داشتن و پشت کردن به ارتش ایران و دیلمی و جای دیگه هم در خوزستان یه همچین کاری رو کردن، یه توضیحاتی باید بدیم چون همیانان خواسته بودن که در این مورد توضیحاتی بدیم و اینجا یک قدردانی هم بکنیم چون شهرام نام ستون ارمنیان ارتش روم آورد در ارتش ایران. ستون ارمنیان اگه اشتباه نکنم فرماندهشون فکر میکنم سنبات باگراتونی بود، نبرد جانانهی کردن در قادسیه و تقریبا بهترین نبرد و میان ستونهای ارتش ساسانی ارمنیان کردن. سنبات شانجا مال زمان میانه خسرو پرویز بود، آیا زمان حمله اعراب زنده بود؟ من بیاد ندارم. آره من نامش رو الان حضور ذهن ندارم، باید در نسخه کتابم نگاه کنم، ولی همین جالینوس یا بشگاهی گلنوش هم میگن این ارمنی بود. در حقیقت نام رومی گالینوس دیگه، گالینوس. بله اون فرمانده کل شد و زنده مون، ولی فرمانده 3000 نفر ستون ارمنیا که کشته شد، حالا شاید نشسته بعدی بگم نامش، برای که اینا به نظر من قهرمانان گمنامی هستن که از اونجایی که ما رفتیم به دنبال گریه و زاری برای حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب و این آقایون، فراموش کردیم که کی خادم ما بوده و کی به ما آسیب زده. و خوبه در خلال این بحث‌های تحلیلی گاهی وقتا اشاره هم داشته باشیم به این بزرگان گمنامی که به هر حال از آنچه که ارزان‌ترین سرمایه‌شون یعنی جانشون بود گذاشتن تا بتوانن تاریخ رو به گونه‌ای رقم بزنن. ما نشست آینده تصرف تیسفون رو مطرح می‌کنیم، پیامدهای اون و همچنین به جنگ جلولا خواهیم رسید، به دیلمیان خواهیم پرداخت و بعد من یه پرسش در حقیقت محوری هم مطرح می‌کنم که با شهرام بهش خواهیم پرداخت که پاسخ بدیم، و اون اینی که چگونه بود که پایداری در میان ایرانیان در شهرها و استانهای مختلف در مجموع خیلی بیشتر بود از پایداری که در بیزانس یا امپراتوری روم شرقی در برابر مسلمانان از خودشون نشون دادن. این یک حقیقت تاریخی است. تمام کشته‌هاش رو مسلمان‌ها تو ایران دادن. دقیقاً. این مطلب رو حالا بار آینده حتما بهش خواهیم پرداخت. من دوباره یادآوری میکنم برای همیهنانی که در جنوب کالیفرنیا هستن، به ویژه منطقه لس آنجلس اورنج کانتی، شنبه 30 مارچ ساعت 11 بامداد من و شهرام در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا در اورنج کانتی شهر وستمینستر در خدمتون خواهیم بود. دو موضوع هست، دو جستار بهش میپردازیم. یک موضوع در مورد اثرات ویرانگر قادسیه بر زیست ایرانیان هست و موضوع دیگر این است که آیین زرتشت به عنوان پروژه موفق یکتاپرستی در تاریخ بشر که اون رو شهرام بهش خواهد پرداخت. امیدوارم که وقتی تنها پروژه موفق شاهین جان، چون اون یکی ها که میخواستن یک تاپرستی بسازن همش به فاجعه ایدولوژیک انجامید، فقط آیین زرتشت نه. بسیار عالی، حتما دوست داریم که شنبه 30 مارس ساعت 11 تا 11 بامداد تا 1 پس از نیمروز همیانان رو ببینیم و در این موارد گفتگو کنیم. امیدوارم که عمری باشه و نشست بعدی، نشست نهممون، به این موضوعاتی که الان اشاره شد بپردازیم. شهرام جان بسیار سپاسگزار و اگه صحبت آخری نداری بدرود بگیم به همین. بدرود. بدرود.